بأ caravan روزاداران، با caravan روزداران با استاذ محمد أمين مدقق إخالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أستق القائلين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. دوستان عزیز مسلمانان گرانمایه خواهران و برادران ارجمند السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خدا را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق بخشید تا روزه ماه رمضان را با کمال احسان مندی و با کمال اخلاص بگیریم و ایمان خوبی به الله تبارک و تعالی داشته باشیم و هدیه خوبی به الله تبارک و تعالی تقدیم بکنیم چنانچه که حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فرمود عمری که خدا برای ما داده است هدیه از جانب او برای ماست ما و اینکه ما چگونه زندگی میکنیم هدیه ما از جانب ما به سوی الله تبارک و تعالی است پس موازه باشون که چگونه هدیه به خدا تقدیم میکنیم ما میخواییم در این قسمت در ماه رمضان در رابطه با ارزش و اهمیت مطالعه سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم درس و تدریس را اندازه مسابقات پیامبرشناسی، شناسی، صحابه شناسی و همچنان زوایای مختلف زندگی فکری عقیدتی سیاسی نظامی فکری فرهنگی اجتهادی و اقتصادی صحابه پیامبر تابعین و تبع تابعین را در ماه رمضان برای شما با گویش بگیرم دوستان عزیز <تصفح> یکی از بزرگترین کارهای ارزشمندی که در ماه رمضان باید ما انجام بدیم در تقسیم اوقات 24 ساعته خود بگنجانی مطالعه سیرت پیامبر صلی الله علیه و, سلام و صحابه کرام هست یکی از علتهای پسماندگی و عدم رشد فکری روحی روانی یا اندیشه ای امت اسلامی در جهان امروزی این است که ما زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمی کنیم و در زوایای مختلف حیات پاک این رهبر عزیز و یاران جان نسارش و خانواده معظمش هم از همسران و دختران و پسرانش ما آگاهی کامل نداریم اینجاست که ما نمیتونیم در عرصه های مختلف زندگی خود برای خودمان برنامه های حیات ساز و زندگی ساز بسازیم لحاظا ماه رمضان از آنجایی که ما در سایر سخنرانی های این مسلسل رمضانی به خدمت شما دوستان تقدیم کردم این است که رمضان مدرسه و دانشگاه پرکتس و مشق و تمرین خوبی ها و ارزشمندی هاست پس مطالعه رسول معظم اسلام صلی الله در قسمت های مختلف زندگیش یکی از کارها و پرکتیس هایی باشه که باید ما در ماه رمضان انجام بدیم زمانی که زوایای مختلف زندگی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلام را مورد مطالعه و کنکاش جستجو قرار دادیم میتونیم در 11 ماه بعد از ماه رمضان با کمال سلوک و ادب و رفتار درست اسلامی زندگی بکنیم دانشمندان اسلامی در قرون گذشته یکی از بزرگترین کارهایی که در ماه رمضان انجام میدادند چند چیز بود از جمله چیزهایی که بستگی به زندگی و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت ای بود که سیرت ایشان را مورد مطالعه و کنکاش قرار میداد برای مردم تعلیم سیرت میداد و خودشان فرزندانشان را دستور میدادند که برین در, در حلقه درسی سیرت النبی دانشمندان بزرگ عصرشان بشینن و از خرمن اندیشه ها و افکار ناب اونها گلخوشه های ارزشمند فکری ایمانی و بیداری اسلامی بچینند پس دوستان عزیز شما هم به عنوان مسلمان بیدار و هوشیار برای خودتان برنامه آموزش سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بسازین و همچنان برای دختران و پسران و فرزندانتان برنامه های در داخل خانواده برای همسرانتان برنامه های در داخل خانواده بسازین که اونها از زندگی همسران پیامبر و دختران پیامبر الهام بگیرند بفهمند که زن بودن یعنی چی؟ دختر بودن یعنی چی آیا ما با به گرفتن کدام راهها و اخلاق ها می توانیم مثل همسران پیامبر دختران خوبی باشیم مثل دختران پیامبر زنان و همسران و ها و بانوان خوبی باشیم این همه موضوعات را در ماه رمضان تعقیب بکنیم چون ماه رمضان ماه مملو از برکات و اینایات و لطف ارزشمند و بیکرانه الله تبارک و تعالی است اگر ما با کمال اخلاص و احتساب و ایمان بخواهیم این همه خوبی ها و این همه ارزشمنده ها را در زندگی ما در ماه رمضان تمثیل بکنیم ان که در تمام سال انسان های موفقی خواهیم بود ولی با کمال تاسف ما تا به حال که دیدیم در میان جامعه اصلا خبری از مطالعه سیرت پیامبر صلی الله علیه و در ماه رمضان نیست خانواده ها اصلا چیز را به نام برنامه های شناخت پیامبر و شناخت خانواده و دختران و فرزندان و پسران پیامبر نمی‌دانند. اینجا که در یازده ماه گذشته هم زندگیشان خالی از عطر دلارای حیات و سیرت معطر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است همین است که آداب و اخلاق در زندگیشان وجود نداره و هر کسی هر خانومی نسبت به شوهرش و هر شوهر نسبت به خانمش. هر برادر نسبت به خواهرش و هر خواهر نسبت به برادرش رفتار درستی ندارند در داخل خانه علت و انگیزه این است که در ماه رمضان اونها تمثیل خوبی ها را نمی کنند. زمانی که ما در ماه رمضان تمثیل خوبی ها را نکردیم تمام بدبخته ها در طول 11 ماه آینده متوجه زندگی ما میشه پس دوستان عزیز یکی از توصیه های ما برای شما خوبان این است که کوشش بکنید در ماه رمضان سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را تمثیل بکنین. و زندگی های مهم رسول معظم اسلام صلی اللہ علیه و سلام در در عرصه های مختلف زندگی برای خودتان عملی بکنین خداوند جل جلاله فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه به تحقیق در راه و رویش رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای شما راه و رویش و برای شما منهج خوبی وجود داره <تصفح> و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا عرآن چه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای شما آورده بگیرین در راستای عمل پیادش بکنین و هر آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن چیز نره کرده دست بردارین حکمت و فلسفه این آیت کلام الله مجید که الله تبارک و تعالی برای ما دستور داده این است که هر آن کاری که پیامبر در زندگیش نکرده و گفتن نکن ما بکنیم هرگز خوشبختی نمیتونیم از آن به دست بیاریم و هر آن کاری که پیامبر در زندگیش انجام داده و ما را گفته انجام بدهیم، هرگز بدبختی و سرافگندگی در اون وجود نداره همه سراسر سعادتمندی و خوشبختی و خوجستگی است موفق و معید و حال باشین و امید رمضان پر از مطالعات سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.